quack, quack, quack. Quack, 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 quack. حرفای گفتنی دارن سامی و ترمه با کواک. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. سامی و دوستان. بچه‌های عزیزم، سامی و ترمه و کواک از رادیو شنیدن که دشمن وارد شهر شده و میخواد به حملاتش ادامه بده. رادیو داشت توضیح میداد که اسم این دشمن‌های بدجنس میکروبه. میکروبا موجودات خطرناکی هستند. سامی اونقدر هیجان زده شده بود که رادیو رو خاموش کرد و گفت بریم به جنگ اونا. گفت ما نمیدونیم که دشمن چه شکل و قیافه‌ای داره، ولی هرچی هست ما باید باهاش بجنگیم و اجازه ندیم که ما رو از بین ببریم. سامی گفت خوشبختانه هنوز میکروبای بدجنس به خونه ما نرسیدن و سامی ادامه داد که پس باید خودمونو آماده کنیم. سامی گفت هر کدوم از ما باید از یه طرف نگهبانی بدیم. اونا میخواستن تقسیم بشن که یه دفعه سامی گفت نه، بهتر کواک دیدبانی بده و من و ترمه نگهبانی. به خاطر همین کواک رفت دم در تا نگهبانی بده. ترمه با شنیدن یه صدا فکر کرد نکنه میکروب بدجنسی که داره نزدیک میشه. سامی و ترمه اونقدر ترسیده بودن و حواسشون پرت شده بود که همدیگر رو به جای دشمن اشتباه گرفتن و شروع کردن به جنگیدن. کواک هم که همه چیزو مثل همیشه معمولی و عادی دید، با خودش فکر کرد که حتما میکروبا رفتن یه جای دیگه و کاری به کار اونا ندارن. خاطر همین کارشو ول کرد و رفت بالا. ترمه گفت عجیبه، کواک نیستش. و ترمه هم راه افتاد که بره ببینه توی خونه چه خبره. به خاطر همین رفت داخل انباری تا یه سر و گوشی آب بده. سامی گفت میکروب بدجنس از اونجا بیا بیرون تا مرد و مردونه بجنگیم. ترمه جواب داد که منم ترمه، سطل توی سرم گیر کرده. اما چون صداش توی سطل پیچیده بود و صدای عجیبی پیدا کرده بود، وضعیت رو هی بدتر و بدتر میکرد و سامیم فکر کرد خودشه. بگیر میکروب بدجنس. اونا خسته و خورد و گرسنه بدون اینکه دستاشونو بشورن شروع کردن به خوردن میوه و خوراکی. اونا رفتن دکتر و شنیدن چیزی که اونا رو مریض کرده همون میکروبای بدجنس بوده. کسی که بخواد با اونا بجنگه باید قبل از خوردن غذا دستشو بشوره.